به نام خدا دوستان سلام عرض میکنم با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو میخوام یه سری افعال رو به شما درس بدم که فاعلشون مجهوله یعنی چی؟ یعنی در این افعال فعل رو شما انجام نمیدید یعنی شخصی که داره صحبت میکنه شخصی که داره جمله رو بیان میکنه و یا شخصی که داره راجه صحبت میشه اون کار رو انجام نمیده بلکه اون کار رو داده یه نفر دیگه براش انجام داده حالا با مثالهایی که میزنم بیشتر متوجه میشین مثلا اینکه شما میرید موهاتون رو کوتاه میکنید ولی نمیگید کوتاه کردم میگید دادم کوتاه بکنن موهامو یا مثلا ماشینتون رو میبرید برای تعمیر شما تعمیر نمیکنید یه نفر دیگه انجام میده خب بعد تو این موقعیت فعل به یه شکلی در میاد که مشخص میشه کار رو شما انجام ندادین کار رو شما دادین یه نفر دیگه انجام داده خیلی فعلای معدودی هستن که به این شکل در میان من همونا رو مثال زدم و با یکی دوتا مثال که متوجه بشین که چجوریه خب بریم سراغ مثال ها یابتردم یابتردم از فعل یابماک میاد به معنای انجام دادن و ساختن و تعمیر کردن و این حرفا مثلا میگید چی دادم تعمیر کنن یابتردم و یا دادم انجام بدن حالا هر چیزی که از فعل یابماک کنارش کلمه های دیگه هم میاد baktırdım. از فعل باکماک یعنی نگاه کردن، مراقبت کردن و این حرفا یعنی دادم نگاه بکنن. یعنی دادم یه چک بکنن. اتیردم یعنی دادم انجام بدن. یه نفر دیگه کار رو برام انجام بده. کستیردم دادم ببرن. مثلا چه میدونم یه نونه دادین تیکه تیکه بکنن براتون یا موهاتونه دادین تیکه تیکه ببخشید دادین کوتاه بکنن براتون یه همچین حالتی تمیز لتیردم. یعنی دادم تمیز بکنن و یا گفتم یه نفر تمیز بکنه حاضر تردم یعنی دادم آماده بکنن یعنی خودم انجام ندادم به کسای دیگه سپردم که انجامش بدن بعضی وقتا معنی مجبور کردن هم میده آچتردم یعنی دادم باز بکنن مثلا حساب آچتردم یعنی رفتم بانک یه دادم یه حساب برام باز بکنن حساب شما باز نمیکنه حساب بانک برای شما باز میکنه یعنی یه نفر دیگه برای شما این کار رو انجام میده آیرتردم یعنی دادم برام جدا بکنن حالا یه چیزی رو سفارش میدین واسه اتون جدا نگه بدارن اولدردم اینو شاید تو فیلم ها زیاد بشنوید مثلا میگه دادم بکشن یه نفر دیگه معمول شده بکشه یه نفر دیگه چیز دیردم یعنی دادم بکشن مثلا یه تابلو نقاشی رو دادم بکشن خودم نکشیدم دادم یکی دیگه بکشه بایاتم بایا یعنی رنگ یعنی دادم رنگ بکنن مثلا دیواره دادم رنگ بکنن خونه است دادم رنگ بکنن ماشینه دادم رنگ بکنن خب یه سه چهار جمله مثال میزنم اینجا همونطور که گفتم فعلای خیلی محدودی هستن اینها اینه که زیاد روشون مانور ندادم همین چند تاست که مرتب خواهید شنید و استفاده خواهید کرد بیشتر از این نیستش یعنی بو دوباره یاپتردم یعنی این دیوار رو دادم بسازن و یا مثلا خراب بوده دادم مثلا چه میدونم ایراداش رو برطرف بکنن و این حرفها بو دوباره این دیوار رو یاپتردم دادم بسازن آرابای باکتردم یعنی دادم ماشین رو چک بکنن میزونش بکنن اگه تعمیر احتیاج داشت تعمیرش بکنن باکتردم دادم نگاه بکنن چک بکنن دولبه تعمیر اتیردم کمود رو دادم تعمیرش بکنن دولاب به یخچال هم میگن یخچال رو دادم تعمیر بکنن یعنی قیافت دیکتیردم اینم دوختن هستش معمولا خودمون لباس نمیدوزیم میدیم یکی دیگه میدوزه میگیم چی یه لباس جدید دادم بدوزن دیکتردم ایوی بایدتم یعنی خونه رو دادم رنگ بکنن خودم انجام ندادم دادم یه نفر دیگه انجام بده ساچلارمه کستردم موهامو دادم کوتاه بکنن دادم که نرفتم موهامو کوتاه بکنن جیلدیمه باکم یاپتردم جلدیمه به پوستم باکم یاپتردم باکم یعنی ترمیم یعنی مراقبت های آرایشی و این حرفها رو بهش میگن باکم یعنی پوستم رو دادم ترمیم بکنن دادم ماسک بذارن چه میدونم پیلینگ انجام بدن و این حرفها ایشالا یه ویدیو هم راجه به هایی که تو آرایشگاه انجام میشه استفاده میشه هم درست بکنم براتون خب همین مثالی که زدم براتون کافی هستش چون همین هم استفاده میشه زیاد ویدیو رو هم بلند نمی کنم که زیاد طولانیش نمی کنم که بتونید یکی دو بار دیگه اینو بدونین که خسته بشید و حوصلتون سر بره نگاه بکنید خب همینقدر دوستان امیدوارم که بتونه گوشه از شبهات وارده در این گونه فعل ها رو براتون از بین برده باشه خب امیدوارم که لایک بکنید خیلی دوست دارم که لایک بکنید حتما پیام بذارید بابت حرفای قشنگی که میزنید خیلی ممنون خیلی لطف دارید سابسکرایب هم بکنید و این ویدیو ها رو بفرستید برای کسایی که احتیاج دارن یاد بگیرن و امیدوارم که یه کمکی هم بتونیم به اونا کرده باشیم خب دوستان خیلی ممنون روزتون بخیر